پرونده جنگل های آق مشهد هنوز بسته نشده و هر روز ابعاد تازه از آن مشخص می شود. تا امروز دو تخلف در پرونده وقف 5600 هکتار از جنگل های آق مشهد پیدا شده که هر دو نشان دهنده بی اعتبار بودن این وقف است. حالا اسنادی دیگر از اقداماتی متناقض با این ادعا منتشر شده. حسین علی خادمی متولی امامزاده حارس روستای آق مشهد در زمین‌هایی که مدعی است وقف شده‌اند بین خود و برادرانش تقسیم ارث کرده. از سوی دیگر قطعه زمینی 17000 هکتاری را به شخصی اجاره داده است. اقدامی برخلاف همه ادعاهای پیشین او درباره وقف بودن 5600 هکتار از جنگل‌های آق مشهد. آقای حسین علی خادمی که مدعی متولی موقوفی 5600 هکتار از جنگل‌های آق مشهد ساریه در مواجهه با سازمان جنگل‌ها در مراجع قضایی چه در دادگاه بدوی چه در دادگاه تجدید نظر و چه در دیوان عالی کشور مدعی میشه کل عرصه مشتمل بر 5600 هکتار کاملا وقفه و موقوفه میباشه و هیچ گونه اراضی ملی و مستثنیاتی نیست و در مواجهه با اشخاص حقیقی که در قسمت مستثنیات تصرفات داشتن وقتی میخواستن تقسیم ارث کنن دادخواستی داله بر ابطال تقسیم نامه های ارثشون اقامه میکرد با بنا به این استدلال که چون این کل پلاک وقفه و موقوفه تلقی میشه و متعلق به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نیست لذا تقسیم نامه ارث باطله. اما ما اسنادی به دستمان رسیده که آقای حسین علی خادمی در عملکردی کاملا متناقض و متعارض با این ادعا و عملکرد اخیرش در سالهای قبل از انقلاب اسلامی خودش و برادرانش تقسیم نامه ارث داشتند و قطعاتی رو در اراضی آق مشهد اراضی متنازعفی به عنوان ملک پدری به صورت ارث و ماترک تقسیم کردند. اسناد دیگه هم به دست ما رسیده که آقای حسین علی خادمی در همین پلاک و در همین اراضی 17000 متر مربع رو به صورت مالک خصوصی و به عنوان ملک خصوصی به اجاره شخصی به نام آقای علیزاده داده. با وجود این او از دادگاه عمومی شهرستان ساری درخواست کرده است که اسناد تقسیم ارثی که در این زمین ها از سوی برخی دیگر از ساکنان آق مشهد صورت گرفته باطل اعلام شود. پیش از این هم مشخص شده بود که وقف نامه بازنویسی شده 1218 با وقف نامه اصلی که در داخل ذریح امامزاده حارس نصب شده و متعلق به سال 860 قمری است تناقضاتی دارد. با وجود این سازمان اوقاف تاکید می کند که نسخه بازنویسی شده 1218 صحیح است.